بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. افزایش نجات پرستی در بین کارکنان مسلمان بهداشت و درمان انگلیس. گذرگاه مهران شاهد حضور سیلاسای زائران ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی. گفتگوی استاندار کربلا با رئیس ستاد کل ارتش به منظور تأمین امنیت زیارت اربعین. و سازمان جهانی نفی خشونت خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد. وقت شما بخیر. به گفته رئیس انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا، متخصصان بهداشت و درمان مسلمان در بریتانیا در هفته گذشته با افزایش نجات پرستی مواجه بودند. دکتر سلمان وقار، رئیس انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا، متخصصان بهداشت و درمان مسلمان در بریتانیا طی اظهاراتی گفت: پس از شورش‌های راست افراطی در این کشور، اکنون کارکنان بهداشت و درمان مسلمانان در بریتانیا از افزایش نجات پرستی رنج می‌برند. گفتنی است این شورش‌ها پس از انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی از حمله یک فرد مسلمان با چاقو در ساوت پورت که منجر به کشته شدن سه دختر جوان شد آغاز شد. اما بعدها معلوم شد که این فرد یک مسیحی متولد شهر کاردیف است که توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد. در همین راستا وزیر بهداشت انگلیس وست استریتینگ اوایل این هفته گذشته گفت که هر کسی از پرسنل پزشکی سوء استفاده نژادی کند باید از بیمارستان‌های خدمات بهداشت ملی و جراحی‌های پزشکی بیرون برود. از سوی دیگر دکتر وقار در مصاحبه‌ای به روزنامه گاردین گفت: ما تضمین هایی که دولت از عدم اسلام حراسی و آزار و اذیت مسلمانان به خصوص کادر بهداشت و درمان باید بدهد را نمی بینیم و این باعث رنج و دلهوره مسلمانان شده است. از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر هنرور، سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مدیران و دستندرکاران این شبکه و این برنامه وزین و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. آقای دکتر، ریشه افزایش نجات پرستی و نفرت پراکنی مذهبی در بریتانیا ناشی از چیست و چه راهکارهایی برای پایان دادن به آن وجود دارد؟ بفرمایید. من برای پاسخ به این سوال ناگزیرم از اینکه یک مقدمه کوچک رو تقدیم کنم. ببینید، ما در واقع با چند اصطلاح توی ترمینولوژی تخصصی روبرو هستیم. اصطلاح اسلام حراسی بر اثر یک مقاله در سال 1997 در آمریکا مطرح شد و به زبان‌های اروپایی وارد شد و رایج شد، و در سال 2010 دو اصطلاح اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی به وجود آمد. وجه مشترک هر دو در این بود که در مورد تبعیض نسبت به مسلمانان سخن می‌گفت. در واقع اصطلاح نژادپرستی ضد اسلامی یک اصطلاحی که یک دو سال اخیر به وجود اومده و بهتر قادر به توضیح این مطلبیه که در واقع جزو میراث استعمار کلاسیک اروپاییه که مبتنی بر اینه که مسلمانان رو به عنوان غیر، به عنوان دیگری ببینه. و وقتی که این بحث به وجود میاد توی فلسفه سیاسی غرب، این مطلب مطرح میشه که یا افراد ادغام میشن در فرهنگ ما و جزء ما میشند، و یا اگر دیگری هستند پذیرفته نمیشند و در مورد حداقل تحصیل، موقعیت شغلی و احترام و کرامت انسانی جور دیگه باشون رفتار میشه، که در این صورت در واقع
آدم متوجه میشه که این بحث یک بحث عمیق‌تریه و یک استثناء در جوامع متمدن دموکراتیک غربی نیست. با توجه به این دیدگاه و این مقدمه، این مطلب که الان یک موردی مثلا فرض کنید در بریتانیا این مورد این قتل پیش اومده، چه درست چه غلط، چه طرف مسلمان بوده چه نبوده، موج خبری ایجاد شده، یا فرد افرادی که مثلا در مانهایم آلمان یک پلیس رو به قتل رسوندن، یا موارد دیگری که پیش اومده، یا بمبگذاری که دیروز قرار بوده در کنسرت یک به اصطلاح ستاره پاپ اروپایی در وین انجام بگیره، اینها فقط اون میراث مشترک رو زنده میکنه. ولی مبارزه با این از راه تصحیح این خبرها و اینها نیست، چون واقعا این وضعیتی که وضعیت استثنایی ناشی از یک سری بحران‌های گذرا به نظر من نمیاد، و با نگاه عمیق‌تر این یک ریشه عمیقی داره در غیرپردازی و غیر دیدن و غیرنگری نسبت به کسانی که منشأ و منبع ارزش‌ها و جهان‌بینیشون متفاوت. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی که از هانوفر آلمان پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته است که در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، رسانه ها در این کشور همچنان با چالش های جدی مواجهند. این فدراسیون روز جمعه 19 مرداد با ابراز نگرانی از بسته شدن 17 رسانه در ننگرهار، ادامه تعطیلی رسانه های افغانستان را محکوم کرده و خواستار بازگرداندن مجوز فعالیت این رسانه ها شدند. گفتنی است پس از سلطه طالبان در افغانستان، ده‌ها رسانه تصویری و چاپی مسدود شده و هزاران خبرنگار نیز مجبور به ترک کشور و شماری نیز بیکار شدند. گروهی از مردان مسلح روز گذشته حملات هماهنگ را به 3 پست نظامی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان انجام دادند که بنابر گزارش‌ها چندین پرسنل امنیتی کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش بخش روابط عمومی و رسانه‌ای ارتش پاکستان، این حمله در سحرگاه روز جمعه در منطقه مرزی خیبر رخ داده و منجر به کشته شدن حداقل 3 سرباز و 4 مهاجم شد. شایان ذکر است گروه موسوم به گل بهادر در یک فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی بحران شدید غذایی در سودان، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با ارسال پیامی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا میلیون ها کودک سودان را که با خطر گرسنگی مرگبار مواجه هستند نجات دهند. شاین ذکر است گزارش اخیر یونیسف نشان می دهد 14 میلیون کودک در افغانستان، ببخشید در سودان، به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند. در بخش از بیانیه این سازمان چنین آمده که با توجه به شرایط غم‌انگیز ملت سودان، سازمان مسلمان آزاده امیدوار است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به این درخواست فوری پاسخ دهند و به کمک‌های بشر دوستانه خود به کودکان سودان بیفزایند. باستانشناسان می‌گویند حکاکی‌هایی که روی یک ستون سنگی بزرگ در گوبلکی تپه در جنوب ترکیه پیدا شده است، احتمالاً ناشی از قدیمی‌ترین تقویم خورشیدی و قمری در جهان دارد. این ستون شامل 365 نماد وی شکل است و محققان در دانشگاه ادینبروی اسکاتلند بر این باورند که هر نماد نشان دهنده یک روز بوده و کل تقویم شامل 12 ماه قمری به اضافه 11 روز اضافی است. علاوه بر این نمادها، پژوهشگران حکاکی از یک جانور پرنده شکل را با شکل وی در دور گردنش مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنان دریافتند که این سنگ نگاره می تواند به لحاظ نجومی نشان دهنده انقلاب تابستانی در آن زمان باشد.
دانشمندان علت تغییرات آب و هوایی و گرم شدن بیش از اندازه زمین را در گذشته این کره خاکی جستجو می کند. بر اساس یک مطالعه‌ای که اخیراً توسط اندیشکده ETH زوریخ منتشر شده، بینش‌هایی در مورد گذشته آب و هوایی سیاره ارائه شده و دیدگاه منحصر به فردی را در مورد اثرات گرمایش امروز مطرح می‌کند. گفتنی است این تحقیق توسط دانشمندان زمین‌شناسی در اندیشکده ETH زوریخ با همکاری مؤسسات برجسته از جمله دانشگاه آریزونا، دانشگاه لیدز، CNRS تولوز و مؤسسه فدرال سوئیس انجام شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، دانشمندان دریافتند که با خوردن میوه به عنوان صبحانه هفته‌ای دوبار می توانید به کوچک شدن شکم و پهلوی خود کمک کنید. گفتنی است خوردن میوه ها به خصوص میوه های کم قند و کم چرب به دلیل فیبر باعث کاهش چربی و کاهش وزن می شود. بهترین زمان خوردن میوه از نظر طب سنتی نیز خوردن آن با معده خالی و یا با فاصله از وعده های غذایی است. گذرگاه مرزی مهران زرباتیه شاهد حضور سیلاسا و گسترده زائران ایرانی برای گرامیداشت اربعین به کربلای معلاست. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. رسانه ها گزارش دادند که تعداد جمعیت زیادی از زائران ایرانی از گذرگاه مرزی مهران که روبروی گذرگاه مرزی زرباتیه در استان واسط عراق است، ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، بر اساس گزارش رسانه ها، گذرگاه مرزی مهران زرباتیه شاهد حضور گسترده و سیلاسای زائران ایرانی است که به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت اربعین حسینی عازم شهر مقدس کربلا شدند. در ادامه این گزارش آمده که این گذرگاه مرزی به دنبال تسهیل مراحل پذیرش زائران در مرز عراق با ایران و از آنجا به شهر مقدس کربلا همراه با ارائه خدمات لازم می باشد. طبق این گزارش ها حضور سیلاس ها و گسترده زائران ایرانی از دو روز پیش از طریق این گذرگاه آغاز شده و به همین دلیل طی این مدت مبادلات تجاری از طریق گذرگاه یاد شده متوقف شده تا این مرکز به طور کامل به ورود زائران ایرانی اربعین حسینی به عراق اختصاص یابد. شایان ذکر است که گذرگاه مرزی زرباتی در استان واسط عراق شاهد توسعه گسترده در زمینه خدمات رسانی برای اسکان زائران اربعین حسینی است که پس از درخواست‌های ارائه شده توسط مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در سال گذشته صورت گرفته است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام طی درخواست خود به استانداری واسط خواستار توسعه مناسب این گذرگاه برای زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام شده بود. نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا با سپهبد عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش به منظور تأمین امنیت زیارت اربعین حسینی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلای معلا با سپهبد عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش و سپهبد قاسم محمد صالح فرمانده نیروی زمینی ارتش و هیئت امره آنها دیدار و از آنان استقبال به عمل آورد. در این دیدار هماهنگی بین استانداری و رئیس ستاد کل ارتش برای تامین امنیت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام مورد تأکید و بحث و بررسی قرار گرفت. الخطابی تأکید کرد هماهنگی کامل میان استانداری و ادارات کل سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های امنیتی تأثیر مثبت فراوانی در موفقیت برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین حسینی دارد. وی در ادامه افزود
این هماهنگی ها سایر بخش ها مانند اداره بهداشت، شهرداری و اداره حمل و نقل را قادر می سازد تا برنامه های خود را ضمن برنامه ریزی دقیق اجرا کنند. رئیس ستاد ارتش نیز از تلاش های استانداری کربلا و توسعه مستمر زیر ساخت های استان، گسترش ورودی های آن و برنامه ریزی برای رفع مشکلاتی که در طی برگزاری مراسم بزرگ داشته زیارت میلیونی اربعین صورت میپذیرد قدردانی کرد. پیش از برگزاری مراسم دهه محرم نیز سپهبد عبدالامین رشید یارالله رئیس ستاد ارتش عراق در رأس یک هیئت امنیتی در راستای اطلاع از اقدامات امنیتی ویژه زیارت عاشورا وارد استان کربلای معلا شد. استاندار کربلا چندی پیش خاطر نشان کرد طرح‌های امنیتی و خدماتی ویژه مراسم بزرگداشت اربعین آغاز شده و تدابیر امنیتی شدیدی برای اطمینان از امنیت زائران و تأمین بالاترین سطوح امنیتی طی هماهنگی با کشورهای مختلف و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی برای تضمین یک محیط امن و راحت برای همه زائران اربعین در حال اجراست. گفتنی است که عبدالامین الشمری وزیر کشور عراق پیشتر اعلام کرده بود که طرح امنیتی زیارت اربعین حسینی از اول ماه صفر آغاز می شود و بر اهمیت آمادگی های امنیتی و خدماتی برای اطمینان از موقعیت این زیارت و تضمین ایمنی زائران تأکید کرده بود. استاندار کربلا همچنین بارها بر اهمیت همکاری بین همه دستگاه های زیربط برای حصول اطمینان از ارائه بهترین خدمات به زائران و تأمین تمام نیازهای ضروری تأکید و بر آمادگی کامل برای رویارویی با هر گونه چالشی که ممکن است در طول ایام زیارت اربعین حسینی ایجاد شود تأکید کرد. وی همچنین تأکید کرده که مدیران ادارات خدمات رسانی نیز به نوبه خود تعهد کامل خود را نسبت به اجرای برنامه های تعیین شده و تلاش در جهت ارتقای خدمات ارائه شده برای تضمین موفقیت زیارت اربعین حسینی و ایجاد محیطی مناسب و امن برای زائران اعلام کردند. شهر مقدس کربلا طی روزهای آینده شاهد حضور سیلاسای ده‌ها میلیون نفر زائر از داخل و خارج عراق برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خواهد بود که نیازمند ارائه خدمات در تمامی سطوح است. و خبر پایانی امشب، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده ادامه محاصره بیرحمانه و چندین ماهه توسط ارتش اسرائیل بر ساکنان نوار غزه را به شدت محکوم کرد. این سازمان از جامعه جهانی خواست تا فشار مؤثری برای ارائه انواع کمک‌های بشر دوستانه به مردم آسیب دیده در نوار غزه اعمال کند. در بخشی از بیانیه این سازمان با اشاره به سیاست‌های تلافی جویانه ارتش اسرائیل، آن را نقض آشکار کلیه قوانین بین المللی و بی‌اعتنایی شدید به قطعنامه‌های سازمان ملل می‌داند و خواستار اتخاذ موضع قاطع جامعه بین المللی در قبال جنایات اسرائیل است. این سازمان در پایان خواستار اقدام فوری و جامع برای پایان دادن به محاصره و اطمینان از رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به آسیب دیدگان نوار غزه است و بر اهمیت تلاش‌های بین المللی برای رسیدگی به این بحران انسانی تأکید می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش نجات پرستی در بین کارکنان مسلمان بهداشت و درمان انگلیس. گذرگاه مهران شاهد حضور سیلاسای زائران ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی. گفتگوی استاندار کربلا با رئیس ستاد ارتش عراق به منظور تأمین امنیت زیارت اربعین. و سازمان جهانی نفی خشونت خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد.
عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.